این روزا اسم حسن آقای آقا میری همه جا هست. آقا میری اینجا، آقا میری اونجا، آقا میری همه جا. زبل خان اینجا، زبل خان اونجا، زبل خان همه جا. زبل خان فقط کافیه دستشو دراز کنه تا یه حیوان وحشی رو بگیره. آقای کارگردان این شیرینگ چیکار میکنه؟ راست این که درست مثل ماجرای زبل خان، فقط کافی دستتو دراز کنی، ببری سمت گوشید، اینستاگرامت رو باز کنی و ببینی حسن آقای ما یه جایی همین نزدیکی ها با سلبریتی های شاخ اینستایی در حال خوردن آب گوشت بز باشه، درست مثل مرحوم آقای بزرگ. مرحوم آقای بزرگ با مارلین دیتریش آب گوشت بز باش میخوره. آقای بزرگ، آقا میری خیلی اهل دلم هست، آهنگهای اهلام رو گوش کرده و دوست داره و حتی بدش نمیاد اهلام تو لایو اینستا یه دهن براش آواز بخونه. پس چیزی که براتون نخونم بخونیم دیگه. عاشق شدن ناز کشیدن فایده نداره نداره. آقا میری به قولی تتلیتی هم محسوب میشه، همه آهنگای امیرو از بره و مثل یک تتلیتی ناب حاضر از حق زایه شده تتلو در هر شرایطی دفاع کنه. تمام کار امیرحسین من گوش دادم 1000 بار. بدرم همین امروز داشتم تمرین میکردم تتلو گذاشتم گوش دادم. بذارم رفتر بیاد گوش دادید؟ حالا عجب. رابطه حسن آقا با بچه های رپر هم بدک نیست. در ضمن به کپی رایت هم احترام ویژه‌ای میذاره و یادش نمیره از حسین بابت استفاده بدون اجازه از یک از بیت‌هاش در پادکستش حلالیت بطلبه. ما از یکی از بیت‌های شما استفاده کردیم توی پادکست. درسته. گفتیم اینو اولش حلالیت بگیریم همین اول صحبت. حالا تمام اینهایی که در وصف حسن آقای آقا میری گفتیم به نظر شما خوبه یا بد؟ ما که قضاوتی دربارش نداریم، اما میگیم حالا که یک فرد روحانی اینطور آزادانه و روشنفکرانه با بچه‌های موسیقی نشست و برخاست میکنه، بیایید وظیفه امر به معروف و نهی از منکر رو بسپریم به یکی از ترانه‌سراهای خوب کشورمون که الحق تو این راه خوب سنگ تمام گذاشته. آقای انسانی عزیز، آیا شما میدونید که الان چه ماهیه؟ ماه رمضانش چیه؟ ماه رمضان. بعد آیا میدونید که برای رعایت حفظ جامعه نباید توی لایو آب بخورید؟ اصلا متوجه نبودم. من مجبورم شما رو الان خارج بکنم از لایو. فردا تشریف بیارید مجددا.